رادیو همراه، بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید. سلام، خواهش کنم بفرمایید. من مزاحمتون شدم، راستش میخواستم از خود شما کمک بگیرم که بتونم سوالم رو درست مطرح بکنم، ولی سعی خودم رو میکنم و معذرت میخوام اگر که مقداری پراکنده است سوالم. سوالم در مورد یادگیری هست و پروسه یادگیری در ذهن خودم و انگزایتی که در من ایجاد میکنه و اضطرابی که در من خود یادگیری ایجاد میکنه و باعث میشه که از خود یاد گرفتن فرار بکنم. خودم احساس میکنم که یاد گرفتن در من به یک انگیزه بیرون از خودم مربوط میشه و بیشتر برای راضی کردن یک شخصی انجام میشه تا برای لذت بردن خودم یا برای یادگیری خودم. نمیدونم تا اینجای سوالم مفهوم هست یا نه. هست، ولی آخه ببینید، نه، همینجا تفکیک کنید. اگر من به شما بگم که من خوب نمیتونم فوتبال بازی کنم چون دوتا پام شکسته، ما دیگه بحث فوتبال با هم نداریم. بنابراین اگر مسئله ثبت کنید، موضوع شما استراب و نگرانی شماست، ما چرا باید بریم بحث کنیم درباره یادگیری؟ موضوع نگرانی شماست، برای که اونه که ریشه مسئله است و در نتیجه خب اون خودش رو به صورت و شکلهای مختلفی در میاره. حالا وقتی که من موضوع ببخشید استرابم میره سراغ مثلا وسط یه بیابونم، استراب من تبدیل میشه به نگرانی از حمله حیوانات وحشی. وقتی میرم سر جلسه امتحان، در حقیقت خراب کردن امتحانمه. اگرم یه روزی برم بخوام استخدام بشم، تو مصاحبه استخدامی مسئله است. ولی اینجا نمیتونم بگم من اینا رو دارم، بیاد این مسائل رو برای من حل کنید. موضوع این است که استراب من هر جا داره خودشو به یه صورتی نشون میده. چرا میخواید دنبال بحث یادگیری برید؟ چرا نریم سراغ استراب شما؟ حالا اول چند تا سوال من شما جواب بدید. یک، شما چند سالتون عزیز؟ من 43 سالم. اوکی، چه خوندید، چه میکنید؟ فوق لیسانس مهندسی دارم و کارم هم مرتبط با مهندسی. بسیار خوب، به من بگید این استراب رو اگر هست یا حتی این مشکل یادگیری رو از چه زمانی ازش خبر دارید که داشتید؟ فکر میکنم از کودکی داشتم. حدسم اینه که از دوران راهنمایی احتمالاً تشدید شده، ولی حدسم اینه که شاید بله احتمالاً از دوران راهنمایی. اوکی، به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟ من 3 تا خواهر داشتم که یکیشون فوت شد، الان 2 تا خواهر دارم، من آخری هستم. علت فوتشون چی بوده؟ ایشون در خواب حمله سر بهشون دست داد و تنفسشون قطع شد. در چه سنی؟ 29 سالگی. خب حالا شما حال استرابتون رو یا نگرانیتون رو یا هر چیزی رو در هر زمینه چگونه توصیف میکنید؟ یعنی از راهنمایی چی یادتون میاد؟ در دوران راهنمایی که بودید، سر کلاس یا وقت خوندن تکلیف خانه یا مدرسه و یا امتحان چه حالی داشتید؟ توصیف من بیشتر در اینه که احساس میکنم در یک محیطی قرار گرفتم که دیگه شاید توش بهترین و برترین بودن به راحتی قبل نبود و این همیشه یه چیزی بود که برای مثلا من به عنوان یک ارزش جا افتاده بود و فکر میکردم که باید حتما بهترین باشم. فکر میکنم یک چیزی از این جنس مثلا. خب ببینید عزیز، اون چیزی که موجب استراب ما و بعدا افسردگی و خشم ما میشه اکسپکتیشن و انتظاره. بنابراین اگر شما این پیام و مخصوصا بعد از 3 تا دختر گرفتید که پسری و ضمناً پدر و مادری داشتید یا خواهرای بزرگتری داشتید که از شما انتظار و توقع زیادی داشتن و شما این رو وظیفه و مسئولیت خودتون میدانستید، خب معلومه نگران میشید. اگر من قرار باشه بخوام همیشه نه تنها نمایش بدم، نه تنها بهترین نمایشام بدم، از دیگران بهتر باشم، کارم تمومه. اینکه یه سوم کسانی که توی مسابقات و المپیک میرن که بسیارشون هم برنده میشن، بعدا مشکلات جدی روانی پیدا میکنن، برای که این سطح از رقابت، هم از اینکه آشکار یا پنهان باشه و یا این انتظار از خود از پا آدمو در میاره.
به همینجاست که من همیشه گفتم ما هیچ وقت قرار نیست رکورد هیچ کس رو بشکنیم. یکی از اون شعارهای خیلی تند و تیزی که من از ایران داشتم 50 سال تا برمیگرده، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه از این تندتر میشه گفت؟ و خب شما درست دارید به من میگید که من یک برداشت و دریافتی داشتم در درونم که حالا معلوم از بیرون گرفتید که من باید بهترین باشم. خب کارتون تمومه، کارتون تمومه. شما اگر قراره وقتی میره توی مهمونی بهترین باشید تو هر زمینه، اصلا چیزی دیگه به اسم شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خوش آمدن و حال خوب که در اون مهمونی اصلاش خبری نیست عزیز. دکتر فرمایش شما کاملا درسته. حالا علت این که من این رو به یادگیری میخواستم ربطش بدم اینه که همه این مسائل الان نتیجهش در من بجز اون استرابی که دارم، بجز اون همه اینا که دارم، نتیجهش این شده که من خودم رو از یادگیری های جدید جلوگیری میکنم. یعنی دانسته بیستیدم اینجا بکنید، پس دو مرتبه دارید همون بازی مسخره کودکی رو ادامه میدید. شما رفتید سنتون رسیده به 43 سال، لیسانس و فوق لیسانس رو گرفتید، تموم شد رفت. یادگیری نمیخواید بگید نگید، نه زبان یاد بگیرید، نه سنتور یاد بگیرید، نه رقص یاد بگیرید، نه هیچ. برای چی الان مسخره بازی در ورده سر یادگیری؟ این چه دکونه تازه باز کردید؟ خب باز شد همون. خب آخه بدون یادگیری زندگی چه معنی داره دکتر؟ بسیار معنی داره. عین منی که الان مدت هاست هیچ یاد نمیگیرم، هرچی هم که بردم فراموش کردم. عزیز مسخره بازی چرا دارین که مسخره بازی رو راه کنم؟ حرف شما رو باور نمیکنم آقای دکتر، واقعا باور نمیکنم که شما رو نکن. صبر کن بذار همینجا به تو چند تا چیزو بگم. اولا بسیاری از آدما حرفشون به من این است که پیر مرد دست بردار که درست میگن. دوم این که حرف تازه یا مطلب تازه ای نداری که درست میگن. ولی اشکال کاری که مطلب تازه ای ندارم دو چیزه. یکی این که الان من یه مقدار مشکل برای خواندن و اینا دارم، بعدم وقتش در سن 76 سالگی نیست. نکته دوم این که روزی که شما حتی دکترای فیزیک یا شیمی داشته باشید اما به شما میگن برید کلاس دوم درس بدید یا کلاس هفتم درس بدید، شما باید درس رو بیارید در یه سطح پایین و اونا فقط تو بیسیک هست. من رو خط رادیو تلویزیون رو بیسیک ها باید کار بکنم. من اصلا چاره‌ای جز این ندارم. من در به در به دنبال یه آدمایی حتی الان یه کمی هم مثل شما میگردم که منو به یه چالشی بکشن که از این کف بلند بشم بذاره به سقف میام. باز دو مرتبه بحث‌های عادی و معمولی. اشکال کاری نمیست که شما هر اندازه آدم آگاهی هم باشید برید سر کلاس دوم یا چهارم با توجه به بچه‌ها با درس بزنید، نه با توجه به دانشی که دارید. علاوه اصلا مسئله یادگیری اشتیاقی برای این کار ندارم عزیز. شما به من میگید باید داشته باشی، قبول. به من میگید یه دفعه شما یک دفعه زدید از اون حرفایی که برای من وقتی بشنوم یه دفعه از جا میپرم که زندگی بدون یادگیری چه معنا و ادارتی چی. از جمله خبر خوش براتون دارم، خدا اصلا هیچ هم یاد نگرفته، هیچ هم یاد نگرفته، اصلا یه ذره بهتر نشده. وقتی نگاه میکنی به کاراش میبینی که اصلا فرقی نکرده، اصلا هیچ استعدادی هم نداره، یادم نگرفته. دست یاد نگرفته خدا، خدا آره. شما من بگید مثلا از پیغمبر آیا نه خب نه لطفا داشته باشید، از مثلا پیغمبر اول نتیجه گیری کرد برای دومی در دومی هم خراب شد. نه عزیزم رها کن. این ببین اشکال کار در این باورهاست، در این باورهای برجای نابجاست که اگر زندگی درش یادگیری نباشه چه ارزشی داره؟ هیچی. من علت که یاد گرفتم به خاطر نبوده که یاد گرفتم، اصلا نمیخوام برم تو اون. من آمدم به من گفتن یاد نگیری توانایی تولید نداری، توانایی تولید نشوشی نون نداری بخوری. نه راستش من از اون جنس صحبت نمی کنم که زندگی ارزش نداره بدون یادگیری. من واقعا منظورم معنی بود. منظورم این بود که لذت بردن از زندگی برای من آمیخته شده با آموختن. اشتباه چجوری باید لذت شما از زندگی شما باید به چه چیزی رفت؟ زندگی اولا یه راهه که خودش هر کاری لذت داره، دوم هر اندازه‌ای که کار کوچیکی شد باید براش جشن گرفت. شما دیدید برخی از آدما میرن گواهی نامه رانندگی میگیرن، مهمونی میدن، بعد مثلا فرض کنید یه نمره 15 میگیرن مهمونی میدن. یه دو آدما هستن که برای هر کاری همجوری مهمونی میدن، یه آدما هی دعوت میکنن برای مهمونی. یه دو آدما هستن که 3 دکترا هم گرفتن، هنوز وقتی بهشون حرف میزنن میگن هیچی، شرمنده نشد، هنوز هم میدونم چقدر چی نمیدونم. خب شما از اون تیپ هستید، شما همیشه ناراضی. اصلا شما یه آدم پرفکشنیست کمال پرستی هستید که نه تنها باید بهترین باشید، باید بهتر از بقیه باشید.
و این خیلی خطرناکه عزیز. شما باور نمی‌کنید به فرزند من دارم اینو منتقد میکنم و خودم دارم اینو میبینم و درد میکشم. بسیار خوب میکنم. بنابراین به همسرتون بفرمایید که یه پدر بهتری برای بچه‌هاش پیدا کنه. از شر شما خلاص شد. سخت میشه خوده. نه نه نکنید عزیزم، باید باش جنگید. اصلا تیپ آدمایی مثل شما درست ببینید، مثل امیدوارم اذیت کسی نشه. شما بیاد بگید من وسواس مثلا کثافت یا نجاست دارم. شما میدونید برخی از اوقات بهترین راه این است که شما رو وادار کنن که با نجاست در ارتباط باشید، دست بزنید، نه مال خودتون مال دیگران. برای که این سیستم شکسته بشه. شما چرا من با شما پریدم؟ برای شما باید دست از این مسخره بازی بردارید که اگر یادگیری نباشد زندگی چه مراسم هیچ. اصلا اینا تعریف و معنی زندگی نیست عزیز. زندگی چه به معنی تعادلش، ایکولیبریم، چه به معنی تعادل و تکاملش همراه هست با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با حظ و کیف، ولی مهمتر از همه امنیت و آرامش و آزادی. شما همه اینا رو دارید سلب میکنید برای به دست آوردن یه چیزی. اینی که اصلا من چیزی به اسم رقابت سالم نمیشناسم. چرا کشور فنلاند بیشترین مزدار دانشمند رو میده بیرون؟ برای که اصلا چیزی به اسم نمره و امتحان و اینا براشون معنایی نداره. رقابت یعنی چی؟ از دیگران بهتر بر نگاه به بقیه کردن چی؟ شما فکر کنید مثلا ککم من میگزه که درباره کاری که من میکنم، حالا رادیو هست یا یه صحبت یا یه کنفرانس یا یه کلاس، بقیه چی میکنم؟ بفهمم هنوزم. ببخشید. خب خب معلومه من اصلا من صبر کن میرسم. من اصلا انتظار ندارم تو بفهمی مرد. اگه میفهمیدی که ما مشکل نداشتیم. اشکال کار در نافهمیده. مثلا اینجاست. حالا من سوالم خواستم اینجوری بپرسم که حالا فرض کنیم مسابقه فوتباله. من دیدم اینجا توی این فیلمات، هنوز فرزندم به سنی نرسیده که بره مسابقه بده و اینا، ولی توی این فیلمات دیدم که پیشنهاد این هستش که توصیه نشه که اصلا اسکور نگر نداریم، ندونیم کدوم تیم چند تا با اون کی زده. خیلی برای من بیمانی اصلا چنگی زیر اینو بازی کنم. نه صبر کنید، حتما در اون زمینه حرف بیمانیه. کاملا حرفتون درسته. اون رقابته دیگه. پس شما گفتید رقابت معنی نداره، ولی اگه ما مرد عزیز یه ذره صبر کن. کاملا حرف درسته که اصلا بی‌معنیست. اگه قرار باشه مسابقه‌ای باشه که به جزئیاتش و مثلا به نتیجه یا به قول شما به اسکور توجه نکنیم، اصلا مطلقا احمقانه و ابلهانه است. مسئله یه چیز دیگه است. مسئله اینه که این باید انگیزه‌ای باشه برای که شما برید بهترین بازیتون رو بکنید. اما همون قاعده‌ای که من با بچه‌هام داشتم، قاعده 98-2 بود. 98% مهم اینه که تو رفتی بهترین بازیت رو کردی، خوب بازی خودت رو کردی، 2% تیمتون برده یا باخته. اگر قرار باشه تو بری تو بازی خراب کنی، تیمتون ببره، فایده‌اش چیه؟ اگر قرار تو بری خوب بازی بکنی، تیم باخت که باخت. خب من دقیقا اجازه بدید من ببخشید، من الان همینجا سوالم رو پرسم. خب من با همین منطق، با همین منطقی که شما الان فرمودید که بهترین خودم باشم، وقتی میبینم که یه چیزی رو میتونم خیلی سریعتر یاد بگیرم و همون انگزایتیه باعث میشه که من سریعتر یاد نگیرم و هی به تعویق میندازم و هی، خب این با اون منطق نمیخونه دیگه. بهترین دقیقاً میخونه. برای اینکه شما فقط فکر کردید. ببینید نگاه یک بعدی یک علتی شما مسئله ماست که تو مهندسا پیدا میشه. بسیار مهمه اون حرف. یعنی شادی هم مهمه، لذت هم مهمه، رضایت هم مهمه، خوشنودی هم مهمه، آزادی هم دقیقا. بنابراین شما بلنسش رو حفظ کنید، ما مسئله مشکل نخواهیم داشت. بلنسه ای دقیقا به همین جهتی که عزیز یه جمله خیلی قشنگی نیچه داره، میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره، شادی نیاره، دروغه. حتی یه چیزی که خوبه، چون مسئله اصلی و اساسی در انسان اون شادی و لذت و رضایته. و به همین جد است که محیط کار قرار این باشه من از کارم لذت میبرم. شما اینو میتونید خودتون حس کنید. بله صد در. من سر کلاس اصلا خوشحال بودم دارم میرم کلاس، رو برنامه الان رادیو تلویزیونی اینقدر خوشحالم که میام. روز شنبه یه شنبه که برنامه نیست احساس میکنم یه چیزی رو من کم دارم. خب چرا شنبه یه شنبه برنامه نه؟ ما هم کم داریم آقای دکتر دیگه. خب چرا نداری که شنبه یه شنبه برنامه داشته باشی؟ میدونستم دنبال یه بهانه میگردی که اقلا یه جا تو گفتگو با من ببری. نمیخوام ببرم.
ببخشید اگه من مزاح کردم، واقعا ابدا اصلا من صاحب کن، من هنوز تو کنفرانس های من نمیدی، من در به در تو کنفرانس ها دنبال یک کسایی مثل تو میگشتم که با من درگیر بشن. یعنی اون من دوستی رو یا دوستانی که لطف کردن به کلاس می آمدن که سر به سر من میذاشتن و یه دستم برای این کار معروف بودن و منم از این بابت بسیار خوشحالم، برای که این نوع کشتی گرفتن روانی رو بسیار دوست دارم عزیز. محبت دارین شما. من یه سوال دیگه هم در مورد فرزندم میخواستم بپرسم که یه مقداری کمی نگرانمون کرده بود، الان داره بهتر میشه، ولی خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم اگه چه. بنابراین بذارید ما عرض حضور شما که یه مقداری لکنت پیدا کرد. فرزند من دختره و 2 سال و 8 ماهشه. یه مقداری 2-3 هفته پیش متوجه شدیم که توی فارسی صحبت کردنش بعضی از کلماتی که میخواد بگه اون اوایلش خیلی لکنت پیدا کرد، بعد و خیلی هم ناراحت میشد از اینکه لکنت داره و بعد اون کلمه رو یا فریاد میزد یا اینکه اصلا کلا منصرف میشد از گفتنش. شما از چه مدت قبل این پیدا شده؟ یعنی لکنت شو بهش توجه کرده؟ 3 هفته پیش حدوداً. اوکی، به من بگید تغییری که ظرف 4 هفته یا 6 هفته گذشته بوده در زندگیتون چه بوده؟ فقط تغییری که داشتیم این بود که خواهر خانم من اومد دیدن ما از یک شهر دیگه و ایشون فارسیش خوب نیست و یه خود انگلیسی صحبت کردن که خونمون بیشتر شد و یه بار که از مدرسه میومد، یعنی از دیکر میومد، من رفتم دنبالش، اومدم توی راه و من گفت که من نمیخوام ببینم خاله رو و من گفتم باشه، یه راست میریم پیش مامی، ولی خاله اومد دم در و این روشو کرد اون طرف و بعدش بعد از مثلا 30 ثانیه این درست شد رابطهشون. یعنی اینجوری نبودش که حالا شما چرا فکر میکنید که معمولا قراره با شور و شوق بسیار به سمت خاله بره و حتی از رفتن خاله ناراحت بشه؟ چرا این همچین میونه خوبی با خاله نداره؟ میونه خوبی نداره رو فکر میکنم نمیتونم بگم میونه خوبی نداره، ولی فکر میکنم اون روز اتفاقی که در ذهنش داشت میافتاد، برداشت من اینه که یک سویچی تو ذهنش داره که از انگلیسی به فارسی سویچ میکنه و وقتی منو میبینه دم مدرسه اون سویچو میزنه دیگه، شروع میکنه به فارسی صحبت کردن، ولی وقتی که خاله رو میبینه مجددا باید اون سویچو بزنه انگلیسی فکر کنه یا صحبت بکنه و نمیخواست این کارو بکنه. نه خب معمولا اولا اومدن خود خاله مساله هست. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم، ماجرا ماجرای خاله ایشون یا خالش نیست، ماجرای خودشه، که مهم این است که بچه چه نظری درباره هر آدمی مثلا وقتی تازه است و برای مثلا اولین بار میبینه، حتی اگر یه سال قبل دیده مهم نیست، برای که اون از خاطرش رفته، بنابراین اون احساس رو نداره. و موضوع هم همطور که اشاره کردید زبانه. دخترها معمولا توانایی روانی کلامیشون خیلی خیلی بهتر از پسر هست. شما اگه پسر داشتید میتونست مشکل بیشتری داشته باشید. پس بنابراین یک، دختر شما مسئله سر زبان فارسی و انگلیسی داره و یا برخی از اوقات متوجه شده که خاله بی‌اعتناست به زبان فارسیه و بنابراین او که باید همیشه همه چیز رو بدونه و بفهمه، مثلا وقتی غریبه اونجاست، اون احساس امنیت و آرامش رو نمیکنه. دوم، برخی از اوقات اگر شما تو خانواده خودتون رو همسرتون بگردید، شاید یه زمینه لکنت بوده، چون این برمیگرده مثلا به یه کمی در سمت راست مغز برخی از بچه ها که این مشکل کلامی رو داره، ولی اصلا چیز مهمی نیست، یا در حقیقت فقط یه نوع مثل یه دستانداز کوچک در یه جاده. این طرف قضیه. بنابراین احتمالا مرتبط میشه به تشریف فرمایی خاله و بنابراین با او از ایشون خواهش کردیم، ایشون تشریف بردن بعد از 10 روز ایشون، بعد چون میخواستن یه خود بیشتر بمونن ما خواهش کردیم که حالا به خاطر این مشکل تشریف بردن. نه خب البته نه، سب کنیم. اولا حالا اون نمیدونم تا چه اندازه مهم بوده رفتنش، شاید بهتر می بود که نمی آمد یا زودتر می رم، ولی برخی از وقت روابط خانوادگی و احساسی که از بیش از اینا اهمیت داره. موضوع دیگر عزیز، ببینید وقتی که با مسئله لکنت بچه ها تو این سن میرسه، پدر و مادر باید آنچنان بی‌اعتنایی مطلقی بکنن که بچه حتما به این نتیجه برسه که اینا اصلا نمی فهمند. یعنی من اگر یه بچه لکنت داشته باشه، اصلا نه صورتم رو، نه رفتارم رو، نه کمکی که بهش بکنم، یا اگر تونست لغت رو بگه،
امکان نداره، یعنی اصلا خیلی هم مشکله. من نباید نشون بدم که اصلا و به هیچ وجه من تو رو متوجه شدم یا میدونم تو اینجا گیر داری. به همین سوال من یه سوال دارم اگه نه سب کنیم. این شماره یک. دو، شما قرار بوده وقتی لکنت پیدا میشد چند روزی، حالا اگر خاله بود مدرسه شاید یا مهد کودک نمیرفت، برای که خطری که وجود داره اینه که این کار با انگلیسی هم بکنه تو مهد کودکی که میره، و اگر اونجا این کارو بکنه بچه‌ها به دلیلی که توجه میکنند و واکنش نشون میدن و یه بسا مسخره میکنن مسئله پیدا میکنه، چون موضوع در این زمینه فقط بی‌اعتنایی مطلق نسبت به موضوع. درسته. من اینو تا حدودی میدونستم به خاطر اینکه میفرمایید در خانواده ها، من پسرخالم در سن خیلی بالا در 15 سالگی که پدرش فوت، یعنی اون موقعی که با فوت پدرش که چند سال قبل اتفاق افتاده بود و متاسفانه به ایشون یا اطلاع نداده بودن یا خیلی بد از یه طریقه خودش حدس زده بود، وقتی این رو به یک چیزی به صورت خیلی علنی بیان شد لکنت گرفت در سن بالا، ولی چیز دیگه ای من پیدا نکردم و همون موقع هم اتفاقا دکتر گفته بود که بی‌اعتنایی و این حرفا، به همین دلیل من سعی کردیم که این رو رعایت بکنیم. تنها جایی که نمیشد بی‌اعتنایی کرد سوالم در این زمینه بود که وقتی که، چون یکی از چیزهای دیگه ای هم که توصیه شده بود توسط دکتر این بود که اجازه بدین که حرفشو بزنه، یعنی اگر کمکش نکنین که اون لغت رو تموم کنه، اگر میخواد یه چیزی رو بگه با بی‌اعتنایی اجازه بدین که اون زمان کافی رو داشته باشه برای اتمام اون کار. نه آخه بی‌اعتنایی نیست که، اصلا مهم نیست. نه ببینید عزیز، نه من نمیدونم شما برداشتتون، من اگر فرض کنید امیدوارم کسی مثلا من بخوام بگم مثلا رفتن بعد بگم را ای بقیه هیچ اهمیتی ندارن چه فرقی میکنه؟ کی گفته که لغت رفتن رفتنه؟ را نیست. ببین چی میخوام عرض کنم، حالا من سوالم یعنی همینجاست، بی‌اعتنایی نه صبر کنید، آخه برخی از اوقات معنی این بذارید یعنی مثلا منتظرش میمونیم یا یه جوری وقتی تمومش کرد. میخواستم همین رو بگم، نه اینکه ببین من منتظرم مثلا بهش هم نگاه هم نمی کنم، منتظرم دارم بیرون رو نگاه میکنم ایشون هم پشت سر من داره یه چیزی میگه، وقتی احساس میکنم همسرم یعنی مادرش داره حرفش رو قطع میکنه یا اون فرصت رو بهش نمیده، اونجاست که این بی‌اعتنایی من بعضی وقتا خدشه‌دار میشه، یعنی مثلا مجبورم که به خانومم بگم، میگم که خب اجازه بده حرفش تموم کنه مثلا، یا یه چیز اینطوری. نه صبر کن. همسر شما چرا عینا مثل شما رفتار نمیکنه؟ گاهی اوقات فراموش میکنه که باید، یعنی گاهی اوقات از رو ناخودآگاه سعی میکنه کمک کنه یا اینکه اصلا حرف رو عوض بکنه، فکر میکنه که داره کمک میکنه. اصلا شما میخواید منو گول بزنید؟ به من بگید میخوام گولت بزنم، من گول بخورم؟ احتمالا خودم دارم گول میزنم. نه دقیقا مثل اینکه شما بگید من وسط رانندگی رفت تصمیم میگیرم بگیرم بخوابم، همچی چیزی من نریم. همسر شما چطور یادش میره؟ همسر شما اشکالش اینه که متاسفانه نمیتونه تحمل بکنه که بچهش اینجوری حرف بزنه، بیخودی دخالت میکنه، برای که نه قبول کرده نه باور داره. و بعدم ببینید عزیز، اصلا مسئله رینفورسمنت چرا عرض کردم تو گفتگویی که با شنونده عزیز اول داشتم، اگر شما 20 دفعه بگید نه، یه دفعه اشتباه کنید بگید بله، همه رو به هم زدید، تازه بدترش کردید. بنابراین اصلا این کار همسرتون غلطه. درسته. یعنی ایشون باید بدونه بی‌اعتنایی مطلق یعنی اصلا من نمیفهمم، یعنی اصلا من متوجه نمیشم. من نمیدونم تو اینجایی، اصلا معناش این است که اینجایی رو مثلا این است که اصلا این موضوع برزم شما توجه نکردید. کی گفته لغت رفتن باید گفت رفتن؟ نه، لغت درستش را 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 رفتن. هر روز که اینجوری به موضوع نگاه کنیم که فرقی میکنه. میدونید میخوام به شما بگم شما و همسرتون بیاتون. بعدا چرا گفتم نه مهمون میره نه مهمون میاد؟ چون مهمون ممکنه این کارو بکنه، یعنی روزی که فرض کنید دکتر داشت فقط همینقدر که بهش نگاه روش موند، بچه متوجه میشه، اون فهمید که من رو مشکل دارم. حالا خوشبختانه یه مقداری بهتر شده، فقط صبح که از خواب بیدار میشه تو انگار تا موتورش روشن بشه یه مقداری اینو هست، بعد خودش یاد گرفته که اون لغتی که میخواد بگه رو بدون با صدای بلند نمیگه، وقتی با صدای آهسته تر میگه مشکل رو نداره، یعنی خیلی آروم انگار داره ویسپر میکنه، چی میگن؟ نمیدونم فارسیش. آخه نه، اون البته معمولا دلیلش یه احساس مقاومت و خشمه که آدم ها در وقت خشم لکنت ندارن. نه بذارید من به شما یه چیزی باز جمله‌مو تکرار میکنم و ازش بگذاریم، چون شنونده های دیگه هم هستن. لطفا هیچ کاری نکنید،
بی‌اعتنایی مطلق، گویی این رقعت اصلا باید اینگونه ادا بشه، هیچی. و این حتی عرض کردم یه اشکال کاری که من تو پدر مادر دارم، مثلا بعد از که لغتو گفت یه جوری سرتکو میدن، یعنی باریکلا، اونجا کار خرابه. یعنی وقتی گفته میشه بی‌اعتنایی مطلق، مثل این که الان تو 5 تا خیابون اونورتر مثلا کسی بوق زد، شما که سرتون رو بر نمیگردونید، بلکه شما مثلا خبر ازش ندارید. و اگر شما این کار بکنید، چون خوشبختانه دختر بچه است رها میکنه، بنام اون سابقه ارثیه معمولا هست عزیز، برای که این زمینه نشون میده که یه مقدار تغییرات جزئی هست که زمینه ارثی سنگین و شدیدی داره. و بنابراین تقریبا مطالعات نشون میده هر وقت بچه ها در شرایط عادی یا شرایط غیر عادی از گام لکنت پیدا میکنن، همیشه تو خانواده مسئله لکنت رو میشه دید. و به همین جهت است که اون ریشه هم داره، ولی اصلا چه اهمیتی داره؟ من از 100 نفر، از 100 نفر میتونم بگم که بچه هاشون لکنت داشتن، وقتی که رعایت کردن، همه اعضای خانواده مانع رفت و آمد شدن تا زمانی که بچه آروم بگیره که 2 هفته بیشتر طول نمیکشه، هر 100 تاشون مسئله لکنتشون از بین رفت. یکی 2 هفته بیشتر طول نمیکشه؟ بیشتر طول نمیکشه. من مثلا من در مورد مهد کودکش مسئله دارم، مهمونی رفتن مسئله دارم، مهمون اومدن مسئله دارم. حالا به خاطر کووید مهد کودک هم این فرمودید چه تغییراتی ایجاد شده بوده؟ یکی از تغییرات هم همین بود که تازه 2 هفته بود که دوباره مهد دیکر رو شروع کرده بود، مهد کودک شروع کرده بود، چون به خاطر کووید نمیرفت دیگه این مدتی. و از معلمش که سوال کردم شما متوجه این شدین یا نه، گفت من متوجه شدم که اصلا صحبت نمیکنه. بعدش بعد از 1 هفته گفت که مثل بلبل انگلیسی حرف میزنه، اصلا هیچ مشکلی تو انگلیسیش نداره. بعد توی فارسی گفت، بعد با دکترش که صحبت کردم گفت اتفاقا اگر این اتفاق بیفته توی اون زبانی که قوی تر هست توش اتفاق میفته. دقیقا حرف درسته، ولی به هر حال خودتون اذیت نکنید، هیچ مسئله نیست. یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم، چون میدونم وقتتون رو زیاد گرفتم. این که من یه چیزی که متوجه شدم درش اینه که یه چیزی رو، حالا شاید من اشتباه میکنم یا شاید اصلا طبیعیش همینه، هیچ نشانی از این که چیزی رو بلده نمیده، بعد یک دفعه یک چیز خیلی کامپلیکیتد از خودش ارائه میده. مثلا یه جمله‌ای که از خودش در میاره، یه جمله 5-6 کلمه یه پیچیده میگه، من تا قبل از اون اصلا نمیدونستم که این توی اون وادی چیزی بلده یا میدونه. ببینید، برخی از بچه ها، برخی از بچه ها راه میرن، برخی میدون، برخی از پله میپرن، یعنی یه مدت میستن میپرن، اصلا مهم نیست. اگر بخواید اینقدر حساس باشید، کار دست خودتون میدید. اصلا اینا یه مقداری اصلا هیچی ولش کنید، ولش کنید. و ضمناً به مادرش هم بگید اگر یه دفعه دیگه تکرار بشه در خطر هستن، به هر حال چون همیشه میشه مادر یا پدر خوب برای بچه هامون پیدا کنیم. مواظب خودتون باشید. خیلی ممنونم دکتر، خیلی لطف کردین، ان شاء الله کمی سلامت باشید.